درس دوم ما شرایط ثبات و بی‌ثباتی در نظام‌های سیاسی. یک نظام سیاسی در چه شرایطی ثبات داره و در چه شرایطی بی‌ثبات است. خاستگاه اجتماعی نظام‌های مردم سالار طبقه متوسط شهریه، ولی پایگاه اجتماعی اونها بسیار فراتر از خاستگاهشونه و در حالت ثبات نسبی بخش‌های بزرگی از طبقات فرادست و فرودست اجتماعی رو هم نظام‌های مردم سالار جذب خودشون میکنن و جامعه این حکومت رو از آن خودش میدونه، با وجود اینکه مهمترین خاستگاه هر نظام دموکراتیک طبقه متوسط شهری است. حالا اینا رو بعد میتونیم بحث کنیم چرا. نظام‌های ایدئولوژیک و انقلابی در ابتدای بر سر کار اومدنشون پایگاه وسیع توده‌ای دارد. پس از گذشت زمان و افت شور انقلابی در نظام‌های انقلابی این کارها رو یک نظام میتونه بکنه، یا دست به اصلاحات دموکراتیک بزنه و حکومت قانون رو جایگزین کنه. یک پریودی هست که این پتانسیل بسیار بالا یواش یواش سرد میشه، در هر جامعه‌ای فرق میکنه، ولی به هر صورت یه مدتی میرسه که بعد از اون دیگه اون شور و نشاط روزهای انقلاب تبدیل میشه به زندگی عادی و مردم یک حکومت جوابگو و کارآمد میخواد. راه اول و طبیعی‌ترین راه اینه که این حکومت از اون شور و شوق انقلابی خودش هم بیفته همراه با جامعه، دست به اصلاحات بزنه و حکومت قانون برگزار کنه، که خیلی کم اتفاق افتاده. دوم اینه که با انقلاب در انقلاب باعث ادامه روش انقلابی بشه تا پایگاه توده‌ای خودش رو حفظ کنه. اینو تو بحث قبلی گفتم که یکی از چیزهایی است که بعد از انقلاب چین در دنیا به وجود اومد. یا به نظامیان در سیاست فرادستی بده و حکومت پادگانی و سرکوب تشکیل بده. معمولا برای اینکه حکومت رو ادامه بده، یکی از تئوری‌های حکومت که یکی از فرانسوی‌های دست راستی در حقیقت مونارشیست درست کرده موقع انقلاب فرانسه، میگه حکومت این تئوری‌هاش همه کشک. اصل کار اینه که یک اقلیت ارگانیزه بر یک اکثریت غیر ارگانیزه میتونه مسلط باشه. حکومت یعنی و دلیلش اینه که هر کدام از افراد جامعه غیر ارگانیزه به تنهایی از عهده ارگانیزاسیونی که اسمش حکومته بر نمیاد. بنابراین حکومت‌های انقلابی از این تئوری، شاید خود تئوری رو نشناسن ولی استفاده میکنن، یک جامعه خودی درست میکنن، به شدت ارگانیزش میکنن و رازیش نگه میدارن. اینو به جون اکثریت جامعه که غیر خودیست میندازن، که ارگانیزه نیست و نمیگذارن ارگانیزه بشه و حکومتتون رو ادامه میدن. با دامن زدن به دوگانه سازی های انقلابی ضد انقلابی معمولا این کارو میکنن. خودی ها انقلابی ان، اسلام ناب محمدی دارن، غیر خودی ها یا ملحدن یا اسلام آمریکایی دارن مثلا تو ایران، و بنابراین افرادی ان که باید سرکوب بشن، باید رانت حکومت بهشون نرسه و باید جلوی ارگانیزه شدنشون رو گرفت. یکی از تکنیک های مهم اینه که یک دشمن خارجیه که یا وجود داره یا اگر وجود نداره خلق میشه، یا اگر وجود داره و چیزیست که اون بزرگی نیست ازش یک هیولای بزرگ میسازن و ترس از اون دشمن خارجی ملات و چسب اتحاد ملی در داخل مملکت میشه. معمولا مخلوطی از همه این راهکارها یا برخی از اونها را حکومت ایدئولوژیک به تفاصیل و توالی انتخاب میکنه و استفاده. حالا این ثبات سیاسی با پایگاه اجتماعی حکومت هم مربوط. هر نظام سیاسی پایگاه اجتماعیش بخشایی از جامعه است که یا به نظام موجود وفادارن یا ترجیح میدن با وجود همه عیبایی که در این نظام میبینن این نظام ادامه پیدا کنه و ریسک تعویضش اونا نپذیرند. یعنی پایگاه اجتماعی اکتیو داره هر نظام و پایگاه اجتماعی پاسیو. پایگاه اجتماعی اکتیوش اونایی هستند که وفادارن، پایگاه اجتماعی پاسیوش اوناست که لزوماً وفاداری ندارن ولی ریسک یک تغییر هم نمیپذیرن. به اساس با وجود همه ناراحتی هایی که از این نظام دارن وجودش رو به از دست دادنش ترجیح میدن. طبیعی است که از نظام سیاسی برای
گسترش پایگاه اجتماعی خودش حد اکثر تلاش رو میکنه به خاطر اینکه میدونه که ثبات سیاسی و پایگاه اجتماعی رابطه مستقیم با هم دارد. این نوع نگاه به ثبات سیاسی با یک ضریبی اندازه گیری میشه که خیلی فاکتورهای مختلف و محاسبه پیچیده‌ای داره، دقیق هم نیست، نسبیه، بهش میگن ضریب رضایتمندی، ساتیسفیکیشن فاکتور بهش میگن. یعنی در جامعه این ضریب رضایتمندی نشون میده که نظام در چه وضعیتی است. بخشایی از جامعه که ضریب رضایتمندی در اونها بالاست، پایگاه اجتماعی نظامند و هرچی این ضریب رضایتمندی در بخشایی از جامعه تقلیل پیدا کنه، وقتی به صفر و منفی میرسه، یعنی کسانی هستند که دیگه این نظام رو قبول ندارند. به عنوان تعادل پایدار و تعادل ناپایدار. نظام‌های سیاسی موقعی که پایه اجتماعی متناسبی دارد و این پایه اجتماعی گسترده است، در حالت تعادل پایدار، امکان سقوط یا تحول بنیادین در اونها بسیار کمه. به این حالت میگن تعادل پایدار. در این حالت اکثریت جامعه ضریب رضایتمندی بالایی دارد. حالت تعادل ناپایدار یا بی‌ثباتی نسبی موقعی است که سه مؤلفه‌ای که گفتیم، یعنی مشروعیت، اقتدار و کارآمدی، درش ضعیف شده، یا چند تا از اونها، دو تا از اونها مثلا ضعیف شده، یکیش هنوز قویه ولی نارضایتی رو در جامعه عمومی کرده. و در درس قبلی بهتون گفتم وقتی بین حکومت و حاکمیت تفاوتی نیست، این گسترش نارضایتی پایه اجتماعی کل نظام رو کم میکنه. وقتی یک حکومتی پایه اجتماعیش به زیر 20% رسید، در حالت بی‌ثباتی نسبی یا تعادل ناپایدار. نظام حکومتی که پایه اجتماعیش به زیر 10% برسه، طبق بعضی از نظریات مهم جامعه شناسی چندین سال اخیر، به حوزه بحران کریتیکال زون منتقل میشه و بنابراین اغلب حکومت ها سعی میکنن وقتی به زیر 10% میرسه پایه اجتماعیشون، با تمهیدات مختلفی این پایه اجتماعی رو به بالای 10%، به حدود 14-15-16% مثلا برسونن. و حدسشون اینه که در یک پایه اجتماعی 16% خوب ارگانیزه شده از کریتیکال زون خارج شد. در حوزه بحران حکومت‌ها نه فقط اعتماد جامعه رو از دست میدن، بلکه بدنه حکومت هم خودش اعتماد به نفسش رو از دست میده و دچار چندپارچگی میشه. یعنی ماندن در حوزه بحران فقط این نیست که نارضایتی جامعه وجود داره و اینا حکومت میکنن. نارضایتی جامعه، رفلکتش در حکومت، باعث میشه که اعتماد به نفس حکومت در بخشایش از دست بره و حکومت هم یک پارچگی خودش رو نتونه از دست بده. اغلب این پدیده به وجود میاد. استمرار این وضعیت در جامعه اعتراضات رو گسترش میده. بخش‌های غیر فعال جامعه هم که کم ریسک میکنن یا حاضر نیستن ریسک بکنن، اغلب گوش بزنن که در موقعی که ریسک ها کمتره سوار این قطار نارضایتی بشن. یعنی جامعه در یه حالت انتظار به سر میبره و روز به روز به تعداد مخالفین اضافه میشه. در حکومت هم وحدت حکمرانی از بین میره. در بعضی از انواع حکومت مثل ایران بلوک‌های قدرت پیدا میشه. یعنی در حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً یا یک رهبر کاریزماتیک وجود داره یا یک رهبر مقتدر و سرکوبگر. در حوزه بحران رهبر کاریزماتیک کاریزماشو از دست میده، رهبر سرکوبگر معمولاً الالعبد قادر به استفاده از نیروی سرکوب نیست و تردید در حکومت به وجود میاد. چون جایگاه خودش رو از دست میده، در حکومت بلوک‌هایی به وجود میان که هر کدومشون با هم روابط پارالللی دارن که دیگه اون روابط هایرارشیک و عمودی از رهبری به پایین فقط نیست. بین خودشون هم روابط به وجود میاد. این بلوک‌ها که به وجود میان بیکار نمیشه. پایگاه اجتماعی رو که حکومت از دست داده،
و ضریب عدم رضایتی رو که حکومت بهش مبتلاست، اینا سعی میکنن با نقب زدن مستقیم به جامعه، با یارگیری از جامعه نصیب خودشون کنن، خودشون پایگاه اجتماعی بسازن و از بلوک خودشون رضایتمندی رو زیاد کنن. یعنی یه حکومت در حکومت نامرئی تشکیل میشه به تدریج. اینا فقط به جامعه مراجعه نمیکنن. این بلوک های قدرت اغلب در صدد یارگیری از نیروهای مسلح و یارگیری در سطح بین المللی و حتی بین اپوزیسیون هستند. یعنی کارهایی که میکنن و تکنیک های شناخته شده ایه، اول میرن سراغ نیروهای مسلح که پایگاه توش پیدا کنن، چون میدونن نیروی قوی اونجاست. بعد شروع میکنن تو جامعه بین المللی بر خودشون پشتیبان پیدا کنن و در مراحل بسیار بحرانی هم سراغ اپوزیسیون. اگه اپوزیسیون مقتدری باشه خیلی زود سراغش میرن، اپوزیسیون مقتدری نباشه برای یارگیری سراغش میرن، نه پشتیبانی. کریتیکال پوینت، نقطه بحرانی. باقی موندن در حوزه بحران خواه نخواه موقعی حکومت رو به نقطه بحرانی میرسونه. نقطه بحرانی نقطه ایست که حکومت به تدریج یه اقتدار خودش رو از دست میده و قدرت لخت خودش رو هم کاربردش رو از دست میده. فروپاچی اجتماعی شروع میشه یا فروپاچی حکومت شروع میشه. معمولا این فاز با تبدیل نارضایتی به اعتراض، اعتراض به تظاهرات عمومی و مقاومت مدنی یا خیزش انقلابی یا مقاومت مسلحانه شروع میشه و جامعه خودشو موفق میشه بر علیه حکومت ارگانیزه بکنه، برای اینکه حکومت قدرت خودش و اقتدار خودش رو از دست داده. ماندن در حوزه بحران مسلماً رسیدن به نقطه بحران رو داره، ولی تا حالا هیچ محققی، هیچ دانشمندی مانند زلزله زمان و مکان رسیدن به حوزه بحران نتونسته پیش بینی کنه. در اینکه میرسه شکی نیست، اما کی میرسه، چگونه میرسه، چه حادثه ای باعث میشه. مثلا در بعضی از موارد حتی یک زلزله، یک قحطی، یک اعتصاب ممکنه، یا مثل تونس آتش زدن یک نفر ممکنه جامعه رو منفجر کنه. در نقطه بحران نظام سیاسی بالکل حسابش از جامعه جدا میشه. جامعه برای نجات خودش دست و پا میکنه و نظام سیاسی هم برای باقی موندن خودش. اینم درس دوم بود. بهره برداری امن از موبایل و اینترنت، زن، حقوق فردی و اجتماعی، سازوکارهای جلوگیری از نقض حقوق بشر، پویشی در مفهوم دموکراسی، مروری بر پایگیری نهادهای مدنی در ایران، اندیشه‌های نوین از حقوق کارگران، آموزش خبرنگاری، حقوق شهروندی امروز و محیط زیست. توانا، رایگان توانایی ما را به سمت انسان امروزین جهانی متمدن تازه می‌کند. برای شرکت در این کلاس‌ها به توانا.org بروید و با جیمیل مستعار ثبت نام کنید. از طریق فیسبوک، توییتر و شبکه یوتیوب می توانید آموزشکده توانا را دنبال کنید. توانا آموزشکده است برای جامعه مدنی ایران.